قرآن میاد خداوند مهربان به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 ثور 1400 خورشیدی است. در نخست هم سرخط چند خبر مهم. آزاد شدن 27 زندانی در جوزجان به خاطر 8 ثور. وارد شدن تلفات سنگین بر افراد طالبان در غزنی. و متهم شدن اسرائیل به آزار اذیت فلسطینیان از سوی حقوق بشر. مشروع خبرها با من سحر جویا. 27 تن از زندانیان در ولایت جوزجان به فرمان رئیس جمهور کشور به خاطر 8 ثور از زندان آزاد شدند. نصیر حکیمی رئیس سارنوالی استیناف ولایت جوزجان میگوید روز گذشته 27 تن از زندانیان به فرمان رئیس جمهور کشور از زندان آزاد شدند. دو تن از این زندانیان آزاد شده بانوان میباشد. 27 تن از زندانیان از زندان ولایت جوزجان نظر به فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مطابق به 8 ثور رها شدند. محمد نصیر حکیمی رئیس سرانوالی استیناف این ولایت میگوید در فرمان رئیس جمهور کشور 27 تن از زندانیان به شمول دو بانو و دو طفل از زندان این ولایت رها شدند. رئیس سرانوالی استیناف این ولایت برای کسانی که از زندان رها شدند گفت از اینکه به آغوش خانواده هایشان برمیگردند منحیث یک شخص سالم به دور از جنگ و نابسامانی ها زندگی نمایند. اما چیز مهمی است که امروز شما از اینجا میرین بخیر در خانواده هایتان به عنوان یک انسان سالم تربیه یافته به عنوان کسی که اینجا مسلک یاد گرفتین. من مطمئن هستم به این معوض آموزش های عرفوی هم است، کتابخانه هم بود، مکتب هم است. در اینجا شما شاید زیاد چیزها را یاد گرفته باشید. من خودم شاهد فراغت کمپیوتر، مکتب، گلدوزی، موردوزی این چیزها بودم اینجا. حتما شما این چیزها را یاد گرفتین. اما مهمتر از این که شما یک شخصیت خوب به جامعه تسلیم شوید، یک شخصیت باشین که مردم شما را ببینه، از شما الگو بگیره. سمنوال منور عمری مدیر عمومی زندان این ولایت میگوید آنها برای زندانیان در داخل زندان زمینه آموزش سواد و حرفه های مختلف را ایجاد کردند. قسمی که ایجاد میکند تجدید تربیت تا ایجاد پارا گرفته و در خانه و کاشانه خود که میره باید از امو عمل کردی خود یا 100% باید تغییر کرده باشه. در جامعه که یا تقدیم میشه مردم امو قریه و دیهات بفهمه که یعنی بچه ما، برادر ما، برادرزاده ما اهل محیط شده، اهل قلم شده و اصلاح شده. باید با جامعه که میرین شما باید اوجا اصلاح شده برین. شماری از زندانیان که امروز از زندان رها می شدند با خرسندی از رها شدنشان می گویند آنها مهارت های زیادی را در داخل زندان کسب کردند که بعد از این در زندگیشان از آنها استفاده خوبی می کنند. اینجا که در افت ما که بودیم درس های زیادی یاد گرفتیم، بخش انگلیسی، سواد آموزی، قالبافی، حیاتی. ما از اینجا مدت 10 سال 11 سال می شد زندان سفری کردیم. از سنف اول شروع کردیم تا سنف دوم مکتب خواندیم. اینجا از قالین بافی را یاد گرفتیم. دیگه اینجا دیگه مور بافی را یاد گرفتیم. دیگه این همه چیزهایی که اینجا بود یاد گرفتیم. این فرمان مطابق به 8 ثور سال روز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی صادر شده است. در پی عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در ولایت غزنی نزدیک به 30 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قول اردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه گفته است در پی عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در مرکز غزنی 17 تن از افراد طالبان کشته شده و 12 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی، کماندو و قوای هوایی کشور، بالای گروه طالبان در ولایت غزنی 29 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده است. پل اردوی عملیات خاص با بخش خبرنامه‌ای میگوید نیروهای امنیتی با حمایت کماندو و قوای هوایی کشور یک عملیات مشترک را بالای تجمعات گروه طالبان در مربوطات ساحه آرزو مرکز شهر غزنی راه اندازی نمودند. این خبرنامه می‌افزاید در نتیجه این حملات 17 تن از افراد طالبان کشته شده و 12 تن دیگرشان زخم برداشته است. و همچنین در این خبرنامه آمده است در این حملات یک باب قرارگاه گروه طالبان نیز تخریب شده است. در این رویداد به نیروهای امنیتی و مردم ملکی آسیب نرسیده است، اما گروه طالبان تاکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان چیزی به رسانه‌ها نگفتند. در ماه رمضان درگیری‌ها در سراسر کشور به شدت افزایش یافته است که باعث تلفات بر هر دو طرف جنگ شده است. مردم ملکی همروزه با دایر کردن گردهمایی‌ها خواستار آتش بس در ماه رمضان است تا مردم چند روز در فضای صلح زندگی کنند. در هفته آب و برق 133 شبکه آبیاری در 11 ولایت کشور تکمیل شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور با پخش خبرنامه میگوید در هفته آب و برق 103 شبکه آبیاری تکمیل و کار ساخت 127 شبکه آبیاری در 14 ولایت کشور آغاز شده است. همچنین در این هفته کار تنظیم 151 هزار هکتار آبریزه در 25 ولایت کشور آغاز شده است. نیروهای امنیتی از انفجار 25 حلقه ماین در ولایت میدان وردک جلوگیری نمودند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات در مسیر راه ولسوالی چک 25 حلقه ماین را کشف و خونسا نمودند. نیروهای امنیتی اردوی ملی از 25 رویداد تروریستی در ولایت میدان وردک جلوگیری کردند. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه می گوید روز گذشته طالبان مسلح 25 ماین مختلف نو را در مسیر دشت توپ ولسوالی چک ولایت میدان وردک جهت هدف قرار دادن مردم ملکی و نیروهای امنیتی جاسازی کرده بودند. در این خبرنامه آمده است نیروهای دفاعی با کشف و خنثی‌سازی این ماین ها از وقوع حادثات جلوگیری کردند. آل هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. برام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی امشب از تلویزیون بیک خوش آمدید. در بازی دیشب تیم‌های فوتبال ریال مادرید و چلسی در بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا بازی به تساوی 1-1 رسید و تک گل تیم فوتبال چلسی توسط کریستیان پولیسیچ به ثمر رسید و یگانه گل تیم فوتبال ریال مادرید نیز توسط ستاره این تیم کریم بنزما در دقیقه 28 زده شد. مارادونا فوتبالیست آرژانتینی که در 25 نوامبر سال 2020 بر اثر سکته قلبی که چند روز پس از عمل جراحی مغزش جان خود را از دست داده بود، حالا به گفته یه گزارش پزشکی مرگ وی تصادفی نه بلکه در اثر بی‌توجهی پزشکان بوده است. و اگرچه در این گزارش تایید شده که مارادونا به خاطر نارسایی قلبی که از مدت‌ها قبل هم دوچارش بود جان سپرده است، اما این موضوع هم ذکر شده است که یک سهل‌انگاری کلی در روند درمان و مراقبت از بیمار در مرگ او تاثیرگذار بوده است. و همچنان ماتیس دلیخت که گفته می شود از پیوستن به تیم فوتبال یوونتوس پشیمان است، مورد توجه باشگاه بارسلونا قرار گرفته است و قرار است در نقل انتقالات تابستان پیشرو این مدافع هالندی یوونتوس را به خدمت بگیرد و بارسا که ضعف هایی در خط دفاعیش دارد با وجود شروع ضعیف در آغاز فصل جاری اخیراً موفق شد فاتح جام حذفی اسپانیا شود. حال هم توجه کنید با آب و هوا و نرخ اسعار روز.
سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. شبتان بخیر. خدا نگهدار.